سلام، سلام به شما عزیزان. شما عزیزانی که مطمئن هستم در این ساعت و در این لحظه منتظر شنیدن و دیدن اخبار ویژه هستید از جمهوری ولایت که همزمان با برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی در روسیه، اخبار ویژه هم از جمهوری ولایت همچنان جاری و ساری و صادراتی. چه ارتباطی داره جام جهانی با اخبار ویژه از جمهوری ولایت یا در حکومت فقیه؟ چندان هم بی ارتباط نیست. به نحوی هر روز و هر شب در جمهوری ولایت نوعی جام داریم، جام جهانی و منطقه‌ای و محلی و فقاهتی و ولایتی و نه این ولایتی. به کی داده میشه؟ کی به کی این جام رو میده؟ کی از کی جام رو میگیره؟ اینها دیگه بحث من و شما نیست. جامهای طلایی، نقره‌ای، پر از سکه و بقیه مسائل و موضوعات ارزهای مختلف. به هر حال در این شماره از تفسیر خبر نیز خبرها کم نیست. کشفیات تازه گروه تحقیق و پژوهش تفسیر خبر درباره آنچه که علمای اعلام در تهران و شهرهای دیگر میگویند و تئوریسین‌ها و نظریه پردازها درباره رویدادهای آمریکا اطلاعات تازه‌ای به دست آوردیم. با اسناد و مدارک و ثابت خواهیم کرد که آنچه که در ایران گفته میشه، مسئولان گفته و میگویند، حقیقت دارد، بنابر اسنادی که ارائه خواهیم داد. از جمله کسانی که سخنانی گفتند و مورد تمسخر بسیاری قرار گرفته، پروفسور حسن عباسی است که ما با گزارش‌های تصویری نشون میدیم وضعیت آمریکا چقدر وخیم و غم‌انگیز و دردناک است. وضعیت کارگران، کارمندان، بازرگانان و همه و همه. و همینطور چگونه در آینده نزدیک ملایان حکومتی زحمت هنرمندان رو به کلی کم خواهند کرد و از زدن ضرب و تنبک تا باله چایکوفسکی خود به صحنه خواهند رفت و عذر هنرمندان رو خواهند خواست. در این زمینه هم گزارش هایی داریم و نیز گزارش های دیگر و دیگر و پیام های شما عزیزان. تا لحظاتی دیگر اظهار تأسف هم بکنیم در حالی که دانشجویان ما دارن سینه‌شون رو سفر میکنن در مقابل سیاست های استکباری در استان خودمون. میشنویم در همین چند روز گذشته باز حادثه‌ای به وجود میاد، ابتزان سرهنگش رواج پیدا میکنه در مجلسی که مردان نشستن و زنان زن میرود نمیدونم پشت صحنه و اجرای یک برنامه موسیقی مبتذل رو به عهده میگیرد. من بار دیگر هشدار میدهم به عزیزانمون در دانشگاه ها، بی ویژه دانشگاه پیام نور، که این دومین باری است که دست گل با آب میدهد. حواستون رو جمع کنید، یه مقدار حریم نگه دارید، از خون شهدا خجالت بکشید. اینجا 3000 شهید تقدیم کردن این استان. مداواهان حرم جانشون رو دادن، در صدق اخلاص گذاشتن. شما بیاییم مگه مرد قهدیه که زن بیاد تنبک بزند و نمیدونم مجری بشود و دیگران هم چک بزنند و هورا بکشند؟ بله، ببینید کار به جایی رسیده که باز صدای علمای ما در اومده. این همه شهید ما دادیم، این همه مدافعان حرم فرستادیم که زحمت بکشن بکشن کودکان سوری رو، مردمان سوریه رو، و بعد ما اینجا تنبک بزنیم در برابر، در شرایطی که داریم با استکبار جهانی میجنگیم. همونطور که اشاره کردم در مقدمه، بهترین کار، بهترین راه حل اینه که علمای
اعلام ما این ضرب و تنبک رو بگیرن از دست هنرمندان ما، هم از زن و مرد. تبعیض هم قائل نشین. دیگه جای نگرانی نباشه. فردا از میون همین مردان هست که باز یک حسین تهرانی بیرون میاد یا ناصر افتتاح بیرون میاد یا بقیه بیرون میان و تمام دنیا متوجه انگشتان به قول خودشون جادویی و سحرآمیز اونها خواهد شد. و بعد اون موقع دیگه جلو کار رو نمیتونیم بگیریم. زن و مرد رو تنبت تار هر چه که هست ازشون بگیریم. خود ما علمای ما بیل به کمرشون که نخورده، طلبه های ما همون تا اومدن وارد حوزه شدن از یک طرف مفاتیح الجنان، یک طرف هم تنبک، یک طرف حلیت المتقین، یک طرف ستار، دوتار، حتی میتونیم سیتار، سیتا از طلبه های خودمونو به جایی که یک نفر بزنه سیتاره، هر تاری یک طلبه، کار رو تموم کنیم. باله میخوان خود ما، علمای ما باله به صحنه ببریم. باله مدرن میخوان. چرا باید موریس بیژار رو ما دعوت میکنیم؟ این کارها بود دیگه قبل از انقلاب. کمبود موریس بیژار رو خود ما تأمین کنیم. و همه اینها الان زحمت کشیدن کامپیوتر و بقیه مسائل. بهرحال این موضوع رو من اشاره کردم که بدونید راه هست. مگر خود امام خمینی مگر نگفت به پزشکان میخوان برم برم ما پزشک تربیت میکنم؟ پزشک تربیت کردیم. تنبک زن نمیتونیم تربیت کنیم، تار زن نمیتونیم تربیت کنیم. ساده تر. و یکی دیگه از دانشمندان، اندیشمندان، نظریه پردازان ما در کنار علما، علمای ما که خون دل میخوره، پروفسور حسن عباسی هست. حرفی زده بود ایشون، ما رفتیم تحقیق کردیم، گروه پژوهش برنامه تحقیق کرد در این آمریکا و اسنادی رو در آوردیم به زور و بعضی جاها هم خب اسراری هست نمیتونیم ببینیم چطور به این اسناد دست پیدا کردیم. درباره کم آبی که گفته میشه، شایعاتی هست که در ایران هست، ببینید با هم میبینیم. حسن عباسی: الان تمام سطح های کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه ای، در مدینه ای، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو براشون نازل میکنیم. طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز دو سومش در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد که در کالیفرنیا اینا اعلام وضع اضطراری کنن، پلیس آب بگذارن، هر کی این گونه مصرف کنه مثلا دستگیرش کنن. همین وضعیت داره تو تهران رخ میده. خب ما قبلا گفته بودیم، بارها و بارها گفته بودیم که در اثر معصیت به خصوص موی دختران هست که این خشکسالی، بیکاری، بیابی، مرض، انواع و اقسامی که گرفتار شدیم در اثر این هاست. گفتم بارها در این برنامه ما گفتیم در اون بالا نگاه میکنن و میبینن موی شهلا، سهیلا و بقیه اینها بیرون هست، چه میکنن؟ زلزله، بم و بقیه مسائل. باور نکردید دیگه حرف آقای عباسی رو که نمیتونید شما زمین بگذارید. باور نکنم. پروفسور دکتر حسن عباسی. و ما برای اینکه حرف ایشون در مورد آمریکا، به خصوص بینندگانی که در آمریکا هستن، خودشون نیاز به سند و مدرک ندارن، میبینن که اینجا صبح تا شب در همین واشنگتن بزرگم هر روز و هر شب است به خاطر بیابی، معصیت. البته اینا اون کفار حربی، کالباسخوران جهان خودشون میگن جهان آزاد، فقط آزادی هست برای کالباس خوردن از این کار. اینا یه دوره ضد معصیت مصرف میکردن که خب بارون و اینا میومد و بعدن اون بالاها وقتی کشف کردن این رو هم دیگه خونسا کردن از اون بالا. ضد معصیت مثل ضد یخ هست که استفاده میکنن. اینا رو درست کرده بود به هر حال، ولی الان دیگه بی مصرف شده. ما به فیلم ها و گزارش های مصوری به دست آوردیم از اقدامات پلیس آمریکا، FBI و همه و همه و همه بسیجیان آمریکا علیه معترضین به خشکسالی، همونطور که آقای عباسی اشاره کردن. میبینیم این گزارش ها رو از آمریکا.
خب اگه میبینید در این گزارش تصویری صدای ایرانی هم میاد، فارسی هم میاد، خب ایرانی های مقیم آمریکا هستن. اگر هم مثلا نخلی چیزی هست و اینا که شبیه خرمشهر و اینا هست، در آمریکا هم نخل هست، در کالیفرنیا و جای دیگه هم نخل هست. یک گزارش دیگه هم ما داریم که قبلا یکی از روحانیون گفته بود، خود من هم حقیقتا شک کرده بودم این حرفا چیه، ولی بعدا با زحمت‌های بسیار که اسرار شما نمیتونیم بگیم، تونستیم گزارش‌های تصویری از فیلم‌های محرمانه‌ای که اینجا گرفتن دستگاه اطلاعاتی آمریکا ما هم به دست آوردیم و داریم پخش می‌کنیم این فیلم که در آمریکا ببینیم چه می‌کنن. راست میگه، نگذاشتن این فیلم‌ها پخش بشه. می‌بینیم تظاهرات میلیونی سیاه‌پوستان، می‌بینیم اول اظهارات این ملای حکومت رو در ایران و راستگویی و حقیقت‌گویی رو که جزی نیست. بفرمایید. یه اتفاق عجیبی در آمریکا اتفاق افتاد و نگذاشتن خیلی خبرش تو دنیا پخش بشه. یه ذره پخش شد، جلوشو گرفتن. یه راهپیمایی در آمریکا اتفاق افتاد توی نیویورک یا واشنگتن، تردید از منه، 1,000,000 سیاه‌پوست راهپیمایی کردن. 1,000,000 سیاه‌پوست. میدونیدم شعارش چی بود؟ اصلا نگذاشتن تو دنیا پخش بشه. شعارشون این بود: ما حکومت میخواهیم از نوع حکومت ایران. به بزرگان آمریکا اعلام کرد این جمهوری اسلامی هنوز تمدن نشده، یه فرهنگه. این فرهنگ هنوز تمدن نشده در برابر تمدن جهانی که حالا اونا ادعا میکنن، آمریکا پیروز شده. که تو قلب آمریکا سیاه‌پوستا راهپیمایی کنن، بگن ما از این مدل حکومت میخوایم، این اتفاق میخوان نیفته. خفش کردن، کلیرم کشتن، کلیرم دستگیر کردن، زندان کردن، نگذاشتن صدا بلند بشه. خب اینو اولین باری که خود ما پخش کردیم شک داشتیم، اما مگر ما میذاریم که نگذاشتن اخبارش منتشر بشه؟ با زحمات بسیار فیلم ها و گزارش های تصویری پیدا کردیم از سیاه‌پوستان آمریکا و یکی دو بخشش هم هست از سرخ‌پوستان آمریکا است که اعتراض کردن و گفتن گریه زاری که ما حکومت میخوایم این جمهوری اسلامی در ایران. 1,000,000 نفر، بیشتر از 1,000,000 نفر هستن. یعنی شما اگه فیلم رو کند کنید بشمورید میبینید بیشتر از 1,000,000 نفر هستن که گفتن الا ما حکومتی میخوایم، این جمهوری اسلامی. زدن، کشتن، بستن و اینها، ولی نگذاشتن خبرش اون موقع منتشر بشه. ولی مگر گفتن، مگر ما میذاریم، وظیفه داریم در برابر علمای خودمون. میبینیم گزارش های تصویری که با خون دل ما پیدا کردیم از تظاهرات سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان آمریکا. امروز نوع ده بندر عباس درست سیک سنتر خب همونطور که دیدید سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان آمریکا بودن که علیه حکومت شعار میدادن و میگفتن ما همین جمهوری میخواییم و مثل جمهوری اسلامی و آخوندها رو هم بر چشم خودمون میذاریم. حالا چرا فارسی میگن این شعارها رو؟ ما ترجمه کردیم، دوبله کردیم. میبینید صنعت دوبله در ایران بسیار پیشرفته بود و اسامی رو هم اسامی گذاشتیم که قابل فهم باشه. مثلا خب بسیاری از بینندگان نمیدونن
بندرهای آمریکا مثل بندر بالتیمور مثلا، خب بندر عباس گذاشتن، یعنی یه جور مثل بندر عباس خود ما هست، اینها هست. گاهی وقتا این سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میان همین فیلمایی که تو آمریکا هست به همین شکلی که دیدید دوبله میکنن، اسامی ایرانی میذارن پخش میکنن. بالتیمور میشه چی؟ بندر عباس و بقیه کارهای دیگه که دیدین، توپ تانک، پشپشه آخون بره گم بشه. حالا مثلا دارن راجع به رئیس جمهور وقتشون میگن یا یک کس دیگه میگن، ولی اینا اینطوری میگن جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. میگه ما جمهوری اسلامی میخوایم، این حکومت رو نمیخوایم. این کارا رو میکنن، صنعت دوبله است. حالا تازه اینها چیزی نیست، در فقر و فلاکت مطلق به سر میبرن. پدران در آمریکا بچه ها کیسه به دوش با هم میبینیم. اینجا مشهده، این پدر و دوتا فرزند رو میبینین که تو سطل زباله دنبال روزیشونن. خب بازم اون صنعت دوبله است دیگه. اینجا مشهده، در صورتی که مثلا یکی از شهرهای مریلند یا شاید هم یکی از شهرهای ویرجینیا، زیاد معلوم نیست، مشخص نیست. صبح تا شب دو سوم مردم آمریکا که دوچار خشکسالی هستن، سه چهارم، پنج چهارم، هشت هفتم تعدادی هم به این شکل کیسه به دوش دنبال غذا در زباله ها. و رفتار این آمریکایی ها با کاسبکاران، با همین مردمی که آمدن دنبال نون و غذا در زباله ها میگردن، ببینید آمدن یه کاسبی با وانتی چیزی را بندازن. این فیلم مال مناطق دیگه آمریکاست، میناسوتا، جاهایی مثل اونجاها هست، با هم میبینیم، ببینید چه رفتار دارن ماموران حکومتی. برخلاف ما، برخلاف بی خود نیست که سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان آمریکایی داد میزنه ما حکومتی میخوایم مثل حکومت ایران، برای اینکه این چیزها رو میبینن، با هم میبینن. خب ملاحظه کردید، امیدوارم تا همین اندازه قانع شده باشید. مطمئنم که قانع شدید که چرا سیاه‌پوستان آمریکا میان و فریاد میزنند که ما حکومتی میخواییم مانند حکومت ایران. بیش از 1 میلیون دیگه جایی هیچ نوع شک و تردیدی نیست. این ملایی که در آغاز گفت شک از من فروتنی کردن، ملا آخون روحانی که شک نمی کنه، با یقین همیشه میگه، ولی خب محض احتیاط دیگه، که نمیدونم نیویورک بود یا واشنگتن، من مطمئنم که در همین واشنگتن بود. بله، 1 میلیون، بیش از 1 میلیون سیاه‌پوست و تعدادی هم از سرخ‌پوستان آمریکا، نزدیک اتفاقا موزه سرخ‌پوستان در قلب واشنگتن و جای دیگه، خواستار برقراری حکومت شدن. و این اسنادی که شما دیدید، اسناد تصویری، دیگه مولا درزش نمیره که چرا و چگونه است که انقلاب ما با معنویاتی که داره، با رفاهی که داره، با آب و آبادانی که فراهم کرده، مایه حسرت همه جهانیان شده، که همه از صبح که بلند میشن مثل بچه های خردسال 1-2 ساله پاشون رو روز زمین هی جلو عقب میبرن و گریه و چشمشون رو میمالن که ما از این حکومت میخواییم.
از اروپایی‌ها گرفته تا آمریکایی‌ها. همین شیخ پرزیدنت حسن روحانی، دکتر شیخ پرزیدنت، حجت الاسلام و بالعکس هر چی که هست، همین سفری که اخیراً رفته بود به اتریش و سوئیس برای حل مسئله کم آبی این کشورها، همه گفتن یا شیخ بذار کنار این حرفا رو، ما حکومتی میخوایم مثل حکومت شما، چرا به ما نمیدین؟ همچین حکومتی چه کار کنیم که حکومت ما مثل حکومت شما باشه، این همه مشکلات نداشته باشیم؟ ایشون هم تقوی معموق و حقم هست و گفتن خرج داره برای اینها هست. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب یک سری از اخباری که باز راجب آمریکاست، من فقط ترجمه کردم اینا رو برای اینکه قابل درک باشه و برای کسایی که احتمالاً زبان نمیدونن قابل درک باشه، این هستش که براتون میخونم این خبر رو، اشاره میکنم. درآمد 1.5 میلیون ایرانی کفاف خرید غذا را نمیده. اینو معاون وزیر رفاه آمریکا، البته در اینجا در خبر باید به ترجمهش میشه ایران، به اسم احمد میدری، باز ترجمه جک جونز آمده، گفته تکافوی وسراق خریدن، حتی نمیتونن غذا بخرن. توضیحاتی در این زمینه داده. خب غذا چیز زیاد ضروری نیست. برای ایسی سازمان محیط زیست آمریکا هم آمده و گفته شخصی هست به اسم عیسی کلانتری، بله، آمده و گفته توان کشور فقط توان تولید غذا برای 50 میلیون نفر رو داره. گزارشگر هستن این مسئولان آمریکایی، مسئولیتی که ندارن که این توان رو مثلا بالاتر ببرن. برعکس ایران هست، برعکس جمهوری ولایت هست که از صبح تا شب مشغول این هستن که چه کنن مردم در رفاه بیشتر زندگی کنن. خبر دیگری هم داریم، سالانه بین 15، نه این خبر مربوط به ایران هست، سالانه بین 15 تا 20 هزار دانش آموز در پایه‌های ابتدایی ترک تحصیل می‌کنند. من معتقد هستم که علمای ما این راه حل باید، من پیشنهاد میدم برای اینکه علمای ما مشغول عمل کردن هستن، عملیات هستن، وقت به اصطلاح رسیدگی و یک مقداری راه حل هایی رو پیدا کردن ندارن. شما میتونید پیشنهاداتی اگه دارید بدید، در این برنامه ما مطرح میکنیم، به گوش علما برسه. اینی که بیان و علمای ما از این علم لدنی که دارن، که از اقتصاد گرفته تا هنر، تا فضانوردی، تا برنامه‌های اتمی، تا کشاورزی، تا که میبینید افراد چند منظوره‌ای که بعد از انقلاب در ایران تولید شده همه کاری بلدن، بیان از این علم لدنی که دارن یه به اصطلاح آمپول‌های چیزی درست کنن، تزریق کنن، مثلا واکسن اینایی هست که میزنن علیه آبله و بقیه مرض‌ها پیشگیری میکنن. بیان اینا رو همون بچه که به دنیا میاد یه دونه آمپول علم لدنی مال علما رو که این همه که دارن تزریق کنن، دیگه مدرسه هم نمیخوان. بچه های ایرانی خود به خود 7 سال، 5 سال، 6 سال، 4 سال، 3 سالشون که شد، مگه نمیگن آیت الله بهجت 4-5 ساله ای که بود مسائل اتمی رو حل میکرد که انشتین مریدش شده بود، میگود آیت الله بهجت همین جنتی و بقیه. بیان این علم لدنی رو تزریق کنن. و ما به مژده در ارتباط با چند موضوع هست. یکی این که وحدت مسلمانان، ما خوشبختانه تونستیم این وحدت رو به جایی برسونیم که تمام مسلمانان شاد و خندان از چنین وحدتی. یکی این و یک رکورد که گذاشتیم و من مطمئن هستم که این دستگاهایی که رکوردها رو
ثبت میکنن در این ور اونور دنیا، اینها این رو ثبت نخواهند کرد برای دشمنی با حکومت ما. چی هست؟ سن گروگان ها رو ما تونستیم بسیار بیاریم پایین. قبلا کاری نداشت، آمریکایی‌ها رو گروگان گرفتن یا آدم های بزرگ گروگان گرفتن، اینا کار زیادی نبود، تمرین بود، بعدا به عنوان یک ورزش ملی در اومد برای انقلابیون. این به جای خود الان رسیده به نوزاد. نوزاد ما میتونیم گروگان بگیریم. کجای دنیا میتونن یه همچی کاری بکنن که یک نوزاد رو گروگان بگیرن؟ چه شده؟ یک بانوی افغانی گلزاد، یا دیگه در مورد ایرانیش هم هست، وحدت مسلمانان یعنی همین، یعنی نوزاد افغانی و نوزاد ایرانی فرقی نمیکنه. فردا نرید بگید تبعیض قائل شدن جمهوری اسلامی. تبعیضی ما قائل نمیشه. ایرانیش بود، افغانی هم هست. خانم گلزاد بانوی 19 ساله رفته در بیمارستانی و بیمارستان اکبر آبادی تهران و پول نداشته. بچه به دنیا میاد، خانم از بیمارستان بیرون میکنن، بچه رو نگه میدارن. برید پول بیارید تا بچه رو بدیم. بله. این نمونه به اصطلاح رکورد تازه ایست که ما به جا گذاشتیم. و بعد عدم تبعیض که نگویید، در همین برنامه من اشاره کرده بودم چند ماه پیش که یک نوزاد ایرانی رو گروگان گرفته بودن در بیمارستانی و الان نوزاد افغان. و نمونه دیگری از وحدت مسلمانان که ما رسیدیم به وحدت کامل مسلمانان در خود ایران، که اصلا این وحدت به جایی هست که به همدیگه میگن مسلمانان یکم برو کنارتر، این همه وحدت هم دیگه زیادی است. با هم میبینیم یکی از افغانهای عزیز سرشار از شادی و شادمانی از این وحدت الهی جنایی حکومت ولایت. اینجا که آخرین باری کار کردی چقدر بهت دادن پول؟ یک میلیون تومن. بعد واسه خانوادت فرستادی این 1,000,000 تومن رو، چقدر به کشور افغانستان پولش شد؟ 8,000 افغانی. یعنی 1,000,000 تومن پول ایران شد 8,000 افغانی. ماشاءالله مملکت گل و بلبل. بعد با 8,000 تومن میشه چیکار کرد اونجا؟ چیکار کنم؟ من یک نوشابه از آدم چیزا میشن، نون خوراکی هم فقط نوشابه و نون خوراکی نمیشه. خب بعد کجا میخوای بری؟ الان برم ترکیه دیگه. ترکیه میخوای کار کنی؟ ایران وانی میسی کار کنی؟ الان ایران نمیفرسته، نمیصرفه. نمیصرفه واسه پولش پایین اومده، چیکار کنم؟ اینم مملکت ما که این بنده خدا از کشور افغانستان پا شده اومده اینجا، زحمت داره میکشه، 1,000,000 تومان واسه خانوادش فرستاده، به پول اون ور که افغانستان نفت و گاز هم نداره، 8,000 افغانی پول ایران اینقدر بیارزش شده ملت. خب بله، دیدین که چقدر شاد و خوب و همه چیز درست، وحدت مسلمانان. حالا بین خود ایرانی های شیعه سنی اهل سنت ایران چقدر از این وحدت بهرمند هستن و چقدر شادمان که دیگه گفتن نداره، همه اینو میدونیم. از بس وحدت هست، در همین چند روز اخیر باز چند تن دیگه از اهل سنت رو به دلایل مختلف به جوخه‌های اعدام سپرده شدن در ایران. چگونه محاکمه شدن، جرمشون چه بود، همه اینا دیگه به من و شما و خود اونهایی هم که اعدام شدن مربوط نیست و خانواده هاشون، به علمای ما مربوط هست که در پی چی هستن؟ وحدت مسلمانان هستن. اون چی که وحدت ندارن، اونها که ندارن، این خارجی ها هستن، این کالباسخورا هستن. از جمله دیدین دیگه تو این تیم های جام جهانی که گفتم ارتباط داره به هم دیگه، جام جهانی و جمهوری ولایت، از جمله اینهاست. و به همین مناسبت هست شما میبینید در تمام این تیم ها، همین تیم فرانسه‌ای که الان رفته به فینال رسیده و تیم انگلیس که نرسیده به فینال، حتی تیم سوئیس و بقیه جاها میبینید آفریقایی تبارهایی هستن که بازی میکنن. خب این یعنی وحدته، این یعنی وحدته. اسم این وحدت، اگر اسم این وحدت بود که یه بابایی مثل این عضو برجسته مجلس حکومتی
حکومت الهی جنایی جمهوری اسلامی علی مطهری که نمیومد هشدار بده، راهنمایی کنه تیم‌های اروپایی رو، که میگه بازیکنان آفریقایی در تیم‌های ملی فوتبال اروپایی نباید بازی کنه. این درست نیست. ایشون میگه در جام جهانی تیم‌هایی را می‌بینیم که از بازیکنانی با ملیت دیگر استفاده می‌کنن به این بهانه که تابعیت این کشور را دارن، بهانه هستیم. یعنی فوتبالیست اهل گابونی که مثلا پدر مادرش در اونجا بوده به دنیا اومده و فرانسوی هست، خب این بهانه، یعنی راه براش باز بوده که بیاد بره در تیم ملی فرانسه بازی کنه چون استعداد و توانایی داشتن، بهانه است. باید از ما یاد بگیرن رفتاری که داریم با افغانی ها، با افغانی های عزیز که تو گرما و سرما این همه زحمت کشیدن در ایران سالیان سال، بچهشونو باید گروهان بگیریم، بهانه نباید بسازیم، نوزادشونو باید به گروهان بگیریم، کارگرشون رو تو سرشون بزنیم، دختر بچهشون رو بهشون تجاوز کنیم بکشیم. علی مطهری چهره اصلاح طلب حکومت و تیم‌های اروپایی و تبعیض‌ها، برخلاف اون چی که در ایران هست و به همین دلیل هست که فرانسوی و انگلیسی و سوئیسی و سوئدی و کروات ها و همه اینها و در آمریکا که بیش از 1 میلیون میگن چی؟ ما از این علی مطهری ها میخواییم. چند آگهی تبلیغاتی نیز داریم برای شما عزیزان، با هم میبینیم. آگهی های تبلیغاتی، آگهی های فروش هست، با هم میبینیم. از این به بعد از آگهی های تبلیغاتی هم به هر حال باید داشته باشیم، برنامه تلویزیونی هست، با هم مشاهده میکنیم. انواع و اقسام کلیه هست که ما با گروه های خونی مختلف داریم، با سنین مختلف داریم، قیمت ها در موارد قابل چونه زدن هست و همینطور کبد داریم و اعضای دیگر پیوندی برای فروش. به هر حال از این موارد ما بسیار داریم در آمریکا، اروپا، اینها مبادا تصور کنید آگهی ها مربوط به ایران هست، میتونید مراجعه کنید. آگهی های تبلیغاتی ما رو از این به بعد دنبال کنید. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب خبر دیگه ای من دارم، این که کمبود جسد در مراکز آموزشی کشور. یحیی کمالپور، باز یکی دیگه از اعضای همین مجلس کذا و کذا، مجلس حکومتی، آمده و گفته چون خلاف شرع بوده ممنوع کردن، الان دانشکده علوم پزشکی ایران جسد نداره. خب این یک موضوع طبیعی هست، مسلمین و ایرانی ها برای حکومت زنده شون مهم نیست، جسدشون هست که مهمه. اینو باید این بابا نماینده نشانده شده در مجلس هم باید بدونه. این چطور نمیدونه؟ این شورای نگهبان برای چی گذاشتن که این نکته رو چک نکرده که این بابا نمیدونه و گذاشتن بره اون تو؟ و البته گروهی از همین نام هستن که گفته شده در پرونده فساد شهرداری نیوجرسی اینا حیف و مل کردن، رشوه گرفتن در فساد بالای 1 میلیارد دلاری که در اونجا هست. خبر اقتصادی دیگه چون صحبت فساد شد دارم، در برنامه دیگه بهش اشاره کرده بودن، باز یکی دیگه از همین اعضای نشسته در مجلس کذا گفتی که موجودی حساب آقازاده ها بیشتر از ذخایر ارزی کشور. چه خبریست؟ خب چه اهمیتش چیه؟ اگر آقازاده ها موجودی ارزیشون چنین چنان نباشه، میخواستید که موجودی ارزی صاحبان کلیه موجودی داشته باشن؟
میخواین همین یه لقمه نونم از این کلیه فروش ها بگیرید شما؟ فردا یه پولی تو دستبالشون بیاد برن دنبال کار زندگیشون؟ مشتری دیگه برای کلیه نداشته باشن و بقیه موضوع ها. و حرف درست هم که این ملای جمعه ها گفته، محمد کاظم صدیقی، امام جمعه موقت، این امام جمعه موقت آدم احساس میکنه که باید تیر یه چیزی، یه ستونی گذاشت محکم کرد که دیگه موقت نباشن، دائم باشه. گفته که بخش بزرگی از گرانیات به خود مردم مربوط میشه، این فروتنی کردن همه اساسا گرانی ها من معتقد هستم به خود مردم مربوط میشه، اصلا به حکومت و بقیه و صدیقی و بقیه و اینها که کاری نیستن، مردم هستن که باعث گرونی شدن. خب اما در آغاز من اشاره کردم که ملایان حکومتی طلبه های ما بیان و این زحمت رو هم به عهده بگیرن، بیان چه کار کنن؟ به جای هنرمندان بیان بالای دریاچه قو، به جای بالرین هایی که دیگه اصلا نداریم از بعد از انقلاب، هایده چنگیزیان و بقیه که ناچار به مهاجرت شدن، به جای هایده چنگیزیان و بقیه بیان علمای ما روی صحنه تالار رودکی که الان دیگه شده وحدت، بیان اونجا بالای دریاچه قو، سولیستای به این خوبی داریم در کنار مثلا خب نماز جمعه دیوین موقتا میرن اونجا، یه سری هم مثلا غیر موقتا رو ما برای باله تمرین داریم، استعدادهایی که وجود داره، گفتم پزشک تربیت کردیم، بالرین نمیتونیم تربیت کنیم، در تمام زمینه‌ها ما استعداد خودمون نشون دادیم، روحانیت ما همینه که ما یه حسرت این آمریکایی‌ها شدیم. فردا در این آمریکا و اروپا آمدن مثل حکومت ایران درست کردن و پیش افتادن، جلو افتادن، اون وقت متوجه میشید که حرف ما چقدر دقیق، که باید حمایت کنیم از این طرح‌ها، از این اقدامات روحانیون. با هم میبینیم تکواندو، ورزش، استعداد، سرشار. بله خب این مکله ها هم که دیدید واقعا دو کار درستی تشویق کردن این ملا و تکواندو. وقتی تکواندو رو چنین با قدرت بلدن، ضرب که دیگه کاری نداره و بقیه مثلا اینه که باید قدر بدونیم علمای خودمون، هرگز 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 رها نکنیم، چون اینا رو این کالباسخورای غرب و شرق و اینها چارچشمی مواظبن که وردارن برای خودشون مصرف کنن. و هم میبینیم یک نمونه سفارشی یکی از علمای اعلام رو. مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید، یه دفعه رابطتون با علما، با مراجع، مردشون، زندشون قطع نشه. مواظب باشید، یه وقت پشت سر اینها حرف نزنید، سوء ظن به اینها پیدا نکنید. این کسانی که با رابطه با علما ندارند، بدبین به علما هستند، دشمنی با علما میکنند، اینها عاقبت به خیر نخواهند شد. خب ببینید، مواظب باشید، مواظب باشید. دیدید دیگه، من ضامن که نه به این آیت الله من ضمانت میدم که ابدا، قدر علما رو مردم میدونه. بله مواظب باشید، مواظب باشید و بقیه مسائل دیگه خود دانید. و علمای ما که گفتم ما یه حسرت چی آمریکا هست، فیلم ها گزارشش هم که نشون دادیم، آمریکایی ها بیش از 1 میلیون با دوبله هم نشون دادیم که دیگه بعدن چک و چونه نزنید، کاملا مستند که ما از این حکومت میخوایم، از این علما میخوایم، از اینا. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگه و پیام های شما است.
و ما پیش از اینکه پیام‌های صوتی شما عزیزان رو بشنویم، چند ایمیل رو من مایل هستم بهش اشاره کنم. یکی از بینندگان عزیز ما خانم سریا با اسم سریا نوشتند: درود آقای چالنگی، میخواستم تشکر کنم از برنامه اخیرتان با آقای خاوند که بسیار جالب و آموزنده بود. سپاس از شما خانم سریا بانوی گرامی هر کجای که هستید. بله، برای ما فرصت غنیمتی بود، همونطور که اشاره کردم جناب فریدون خاوند عزیز در برنامه بودند با همه گرفتاری هایی که دارند و از تخصصشون بهره‌مند شدیم. با سپاس به ایشون من حتما اطلاع خواهم داد. و علی سلمان، تا همینجا اسم رو من میخونم، باز ابراز محبت کردن و ایشون هم درباره آقای خاوند گفتند و خواستن که بیشتر در برنامه باشن. آقای فریدون خاوند، من حتما از ایشون باز خواهم خواست و خواهش خواهم کرد، علی‌رغم گرفتاری هایی که دارن، مشغولیاتی نگرفتاری، که بیشتر و بیشتر با ما باشن. حتما آقای فریدون خاوند عزیز. ایمیل های زیادی داشتیم درباره شرکت آقای زیبا کلام در برنامه، از جمله سیامک که نوشتند که من راننده هستم، راننده تریلی، 25 سال سابقه کار دارم. آقای زیبا کلام میگه صبر کنید تا یواش یواش از نماینده های مجلس شروع کنیم تا برسیم به خاتمی و جنتی رئیسی و خامنه ای. و و و آقای زیبا کلام چرا به شعور مردم توهین میکنن؟ 40 سال برای ما و فرزندان ما ایران و ایران کافی نیست؟ پرسشی است. حتما با آقای زیبا کلام در میون خواهیم گذاشت. ولی این نکته رو بگم سیامک عزیز هر کجا که هستید، که بد نیست که نقطه نظرهای کسانی که گفتم شنوندگانی دارن مطرح بشه و شناخته بشه آنچه که میگویند و آنچه که در همراهی با حکومت یا به هر حال به شکلهایی از این نوع گفته میشه، بد نیست که شنیده بشه. نظراتیست، نظرات مخالفی هست. و باز هم آقای محسن دال درباره آقای زیبا کلام نوشتن و همین یک نوع اعتراض راجع به این موضوع. پارسا: من یک دانش آموز طرفدار شما هستم. من سپاسگزارم پارسا جان از محبت شما و لطفی که کردید. ایمیلتون رو من خوندم، ممنون هستم از نقطه نظراتون. حتما اونجایی که اشاره میشه و مطرح میشه به شکل نقطه نظر حتما استفاده خواهد شد. سپاس بسیار از شاروخان، نه شاروخان بازیگر سینمای هند، شاروخ عزیز الف در هر کجا که هستید، با سپاس از شما. و همینطور داریوش عزیز از ایمیلی که فرستادی و راجع به وضعیت اقتصادی ایران گزارش مختصر و جملات. با سپاس از شما. بقیه ایمیل ها در شماره بعد، اما پیام های صوتی شما عزیزان. درود میفرستم خدمت آقای چالنگی عزیز. تشکر دارم بابت برنامه تفسیر خبر که بسیار متفاوت و منحصر به فرد هستش، از دیدگاه های متفاوت به مسائل میپردازه. اینکه کارشناسایی که دعوت میکنید صرفا همسمت و سو نیستن و نظراتشون با هم دیگه متفاوته، خب خیلی جذابتر میکنه برنامه رو. در مورد جناب دکتر زیبا کلام، خیلی ها تماس هایی داشتن، گله کردن، ولی به نظر من سطحی نگاه میکنن. من این حسن نیت و اقدام شما رو درک میکنم، اینکه به هر حال باید همه کارشناس ها نظرشون رو بدن و در فردای ایران آزاد و آباد باید ما بدونیم که کدوم کارشناس چه عقیده ای داشته و ببینیم آیا بر اون عقیده شون پایبند میمونند یا نه، که انشالله میمونند. یه سوالی از جناب دکتر زیبا کلام من داشتم. توی یکی از برنامه های آخرشون گفتن که نامه ای نوشته بودن با آقای شریعت مداری و از بابت اون نامه سرگشاده محکوم به حبس شدن و با مشقت بسیار تبدیلش کردن به جزای نقدی. خب حالا ایشون که به هر حال استاد دانشگاه هستن و سرشناس هستن، اگر اون نامه رو من نوشته بودم آیا در زندان دچار خودکشی نمی شدم؟ یعنی میخوام ببینم که این اصلاحاتی که میفرمایند در چارچوب نظام دقیقاً چه جوری هست و حدوداً چند سال دیگه زمان میبره تا برسن به اون ایده
ایدئالی که در ذهنشون دارن، چون اینجور که من حساب میکنم حدود 30 سال از بعد از جنگ میگذره، بیشتر این مدت هم دولتهایی که اومدن سر کار دست اصلاح طلبها بوده، چه مجلس چه دولت، ولی این تغییرات اپسیلونی ما رو هنوز به جایی نرسونده. نمیدونم، به هر حال ما هم عمر نوح نداریم. اگر که محبت کنن یه توضیح بدن که دقیقاً به صورت عملی چطور باید پیش بره، ممنون میشم. سپاس بسیار از توجه شما و ابراز لطف شما. با سپاس از شما، پرسشایی که اشاره کردید من به نحوی در آخرین شرکت آقای زیبا کلام در تفسیر خبر با ایشون در میون گذاشتیم. به هر حال امیدوارم در برنامه‌های آینده پاسخ روشن‌تری در این زمینه داشته باشن. و درباره اون چیزی که اشاره دارید به نوعی تبعیض در دستگاه قضایی حکومت ایران، خب امری است و موضوعی هست که بازم اگر ایشون این پیامو شنیدن و مایل هست، میشه در برنامه آینده یا برنامه‌های بعدتر به این پرسش پاسخ بدن. ولی جدای از آنچه که شما اشاره کردید، بله، خب در دستگاه حکومت ایران تبعیضات بسیاره، کما اینکه امید میرسیافی پرسشی از آیت الله خامنه ای کرد که ما هم اگر فلسطینی ها فرزندان شما هستن، مگر ما هم قاعدتا نباید چون این تلقی بشیم؟ به زندان فرستاده شد و در اونجا سرانجام سر از گورستان در آورد. امید میرسیافی و بسیار دیگه مثل اونها و کسان دیگر. با سپاس از شما بیننده گرامی هر کجا که هستید، پیام بعدی رو میشنوید. با درود و آرزوی تندرستی برای شما جناب چالنگ عزیزم. یه خود انصاف داشته باشیم، یه خود با واقعیت نگاه کنیم. زمانی که آریامهر بود یک کافر، یک کفار، و زمانی که الان آقا امام زمان میخواد ظهور کنه، اون موقع همه چی فراوانی بود، مخت تو دکون مخت فروشی. من در 12 سالم بود میرفتم یه دون انتخاب میکردیم، دو تومن میدادیم، میمدیم یه وعده نهار 4-5 نفر میخوردیم. این کفره، این ظلمه، به خدا کفر و ظلمه. چرا یه مرغ و بعد 4-5 نفر میخوردن؟ کشور آقای امام زمان، کشور حسنی نجف نیست که. امام خامنه میگه کشور آقای امام زمان، احمدی نژاد میگه کشور آقای امام زمان. خوشحالم از این آقای امام زمان که تو این کشور رانتخاری، دزدی، تجاوز، نمیدونم، بدبختی، بیچارگی، ماه کیلو 9,000 تومان، دلار 10,000 تومان. واقعا این برکت آقای امام زمانه بابا، علکه نیست که، حسن علی جعفر نیست که. شما خودتون مقایسه کنید، یک اسلام واقعی به نام آقای امام زمان که میخواد تشریف بره با یک کافر به نام آریامهر که بود، آدم دنبال کی بره؟ این دنبال کشور آقای امام زمانی یا اون دنبال کشور اون کافر؟ تصمیم با شما. تصمیم که البته با من نیست دوست عزیز. با طنز توجه برانگیزتون و طنز جذابی که دارید و فرستادید، تصمیم البته با من نیست. تصمیم به اونطورم که گفته میشه کشور نایب امام زمان، و این همه رو که اشاره کردین، این همه آب و آبادانی و فتح و فراوانی، مدیون نایب امام زمان هستیم که روحانیت شیعه است. در اول آیت الله خمینی، الانم آقای خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای، که رسوندن مردم به چی؟ به تن رها کن تا نخواهی پیرهن، اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. هدف این هست، استراتژی این، تاکتیک هم اتفاقا همین هست. سپاس بسیار و اینکه قدردان کار علمای ما هستید، کار نایب امام زمان هستید، با سپاس از شما. پیام بعد. با عرض ادب و احترام خدمت بزرگوار آقای چالنگی، پناهنده هستم سپاره باز. خواستم یه پیغامی به این سرکوبگرا بدم که متاسفانه با جانبداری از این حکومت دارن مردم ها بینا و بدبخت و همزبون خودشون رو دارن سرکوب میکنن. خواستم بگیرم ببینم که آیا به نظر خودتون فکر میکنید فردا روزی که به فرض مثال با پولی که بهتون دادن میتونید به کشورهای دیگه زندگی بکنید؟
آیا مجامع بین الملل و بشریت و سازمان ها و نهادها میذارن بشری باشه که به هم نوع خودش، هم زبون خودش سرکوب کرده، زور گفته؟ آیا به نظر خودتون با عقل زور در میاد؟ چطور افتادید توی بازی کسی سپاهی ها؟ فکر بکنید یکم آدم مغزیه که داره میشینه با دو تا چهار تا میکنه، میگه ملت چی میخوان؟ آیا این آزادی، آزادی مثلا فکر آزادی مثلا آقا هرزگی و سکس و اکسیزا میخوان؟ نه، آزادی از یوغ بردگی میخوان و اولین حقوق انسانیت آب، رفاه، کار، این چیزا رو میخوان. خب حالا تو کجای بشریت قانونی نوشته که باید اینا سرکوب بشن؟ خب اینا فکر بکن عزیز سپاهی، عزیز بسیجی که نشستید دارید جانبداری میکنید، یکم مغزتون رو به کار بگیرید، خواهش میکنم. چرا؟ چون داریم ایران رو فدا میکنید، شما هم خودتون هم ایران. یعنی با این راهی که شما ها دارید میرید تباهیه، اینا مطمئن باشید. سپاسگزار هستیم بیننده گرامی در هر کجای که هستید. پیام متاسفانه چون بیشتر از 2 دقیقه بود، خب خود به خود قطع میشه پیامگیر ما، نمیتونه بیشتر از 2 دقیقه رو ضبط کنه. با سپاس از شما، امیدوارم مخاطبان شما، کسانی که در بدنه سپاه، پاسداران و بقیه جاها، نیروهای به قول شما و به گفته بسیاری و در عمل هم همینطوره سرکوبگر و چماق به دستان و گزمه های حکومت شنیده باشن و همونطور که اشاره کردید به کار زشت و بی سرانجام خودشون توجه داشته باشن، که با چوب و چماق و کشتار و شکنجه و اعدام حکومتی رو نمیشه نگه دار. روند تمدن بشری، روند تاریخ این رو تایید کرد. با سپاس دوباره از شما. به پایان برنامه رسیدیم. عزیزانی که پیام هاشون رو در این شماره از تفسیر خبر نشنیدن، چه پیام های کتبی و چه شفاهی، در برنامه های آینده و من بعد در هر شماره از تفسیر خبر 1 یا 2 پیام نیز پخش خواهد شد. هر گزارش تصویری که دارید از محل زندگی خودتون، رویدادهای اطرافتون، به آدرس ایمیلی که میبینید برای ما بفرستید. با سپاس از شما عزیزان در هر کجا که هستید. لینک برنامه رو تا دقایقی پس از پخش برنامه روی کانال تلگرام تفسیر خبر میتونید مشاهده کنید. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، درا، کلوند، کوزک، رست و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد